شانس اومده در خونه تو زده پسر، فقط کافیه کلونو بکشی در وا کنی. همین باز حکایت ایران. خب آره دیگه بابا، یارو دختر تیمسار شوخی که نیست بی سلیقه. حالا چی شده تو جاده صاف کن زنگ گرفتن من شدی؟ او تو نره بابا، حالا مگه من میگم همین الان بپر برو بگیرش دختر مردم؟ فعلا فقط بس باور کنی که میخوای بگیرش. همین که چی بشه؟ تو چرا جوهر حرفو نمیفهمی بیژن جون؟ بابا این روزا هر آدمی که عقلش میرسه میپره میره شازده قجر میگیره. که چی بشه؟ که سری تو سلا دراره بس برای بچه هاش بشن بچه شازده. حالا بعد یارو دختر تیمسار داره منت تو رو میکشه؟ به هم نمیخوریم آقا جون. الهی قربونت بره خاندانش، به هم نمیخوریم؟ بابا اون مد واسه تو ناز کنه، تو گذاشی تاخچه بالا؟ پسر تو نمیخوای توی مملکت ترقی کنی آخه؟ این لالای ولدی چرا خوابت نمیبره؟ جمعه فرنگیز رو میبری دانسینگ، سه شنبه با معادلت ریشاب تو دست. به همینه دیگه میگم جوهر حرفو نمیفهمی. پاپا جون فرنگیز خانوم راه سفارت انگلیس رو واسم باز میکنه. شازده بابای معطلت خانوم ملک و املاک شمرون رو میذاره کف دستم. آره آموختی؟ تو آموختی بس. آخه پس تو که میخوای بزرگ بشی برمون رو شکلت برم؟ الان همه آدم ها، ماشین ها، درشگاه ها منتظرن که یکی بهشون فرمون بده، دستور بده، بگه چیکار کن چیکار نکن. تو کی میخوای متوجه بشی آخه؟ خفم گری نادر. خیلی خوب خیلی خوب رسیدیم، عصبانی نشو. پاول پتروویچ دستی به سیبیل خود کشید و گفت: بازاروف، بازاروف، من این اسم رو کجا شنیدم؟ نیکولاس کوی در گروهان ابوی طبیبی به نام بازاروف بوده است. نیکولاس پتروویچ برای این جوان در واقع پسر اوست. پاول پتروویچ دستی به سیبیل های خود کشید و پرسید: راستی چطور آدمی است؟ آرکادی تبسمی کرد و گفت: او یک نیهیلیست است. نیکولاس پتروویچ با تعجب پرسید: نیهیلیست؟ آرکادی: بله نیهیلیست. نیکولاس پتروویچ با تأمل گفت: تا آنجا که من میدانم نیهیل یعنی هیچ، پس این کلمه قاعدتا به شخصی گفته میشود که به هیچ چیز ایمان ندارد. آرکادی با اعتراض گفت: نه، کسی که به همه چیز با دیده انتقاد مینگرد. پاول پتروویچ: مگر فرقی میکند؟ ترجمه خوبیه، نثر شیوایی داره. این یه تیکش هم گوش کنیم. پاول پتروویچ با عصبانیت گفت: من حرف شما رو نمیفهمم. شما به ملت روس اهانت میکنید. چطور میشود من نمیدانم. چطور ممکن است به هیچ پرنسیپ و اصولی پایبند نبود؟ پس چه چیز شما را به فعالیت وامی دارد؟ آرکادی گفت: عمو جان، من که به شما گفته بودم ما ایمانی به پرنسیپ و اصول نداریم. بازاروف اضافه کرد: ما به حکم آنچه که مفید تشخیص میدهیم عمل میکنیم و در این زمان مفیدترین چیز نفی کردن است، پس نفی میکنیم. پاول پتروویچ: همه چیز را؟ بازاروف با خنده گفت: همه چیز را. خیلی کهنه و پوسیده است، حیف وقتتون نبود؟ ببینم سرکار خانم، به نظر شما پدران و پسران تورگنیف یه اثر پوسیده است؟ قنای ادبیات روس با این وسعت اون وقت آلمانی احمق قصد جهانگیری به سرشون زد. این تحقیرهای ملی آفتی جز جنگ و نفرت نداره. یادم نبود تو جمع ما ارتشی هم حضور دارم. حضورشون شما رو ناراحت میکنه؟ نه، اما خب همه میدونن که ارتش ایران پر از جرمنوفیله. ببینم گنجش کوچولو، کدوم کشور حاضر میشد با تمام مخالفت‌های جهانی بهتون کمک کنه؟ راه هم بسازین، دانشکده افسری بنا کنین، کارخونه راه اندازی کنین. حالا چه عیبی داره که وطن پرستای ایرانی گوشه چشمی هم به هم نژادای آلمانیشون داشته باشه؟ البته همه آدم ها آزادن که نظریه‌های متفاوتی داشته باشن. نقل جرمنوفیل و آنگلوفیل نیست، این افکار نجات پرستانه حالمو به هم میزنه. من فقط عقیده‌مو گفتم. به نظر من هنر و ادبیات باید مدافع عدالت و انسانیت باشه، نه یک قوم و نژاد خاص. انسانیت به معنی وسیع کلمه. انسانیت. بفرما. نیروهای آلمان چکسلواکی را اشغال کردند. مردم آلمان بین هرج و مرج و استبداد، استبداد را انتخاب کرده. شما واقعا فرق زیادی بین هیتلر با دکتر کالیگاری یا دکتر مابوزه میبینید؟ نه.
پیش از روی کار آمدن هیتلر، فیلمای اکسپرسیونیست آلمان نشون میداد که تو آلمان قراره دوملی سرباز کنه. دقیقاً امروز هیتلر از ملت تحقیر شده ی آلمان ارتش خطرناکی ساخته که از سزار بیگناه دکتر کالیگاری هم بی‌رحم‌تره. وا، شما میونه این همه فیلمای آلمانی گشتین کابینه دکتر کالیگاری رو انتخاب کردین؟ به خدا من تو پاریس که دیدم تا سه شب از وحشت خوابم نبرد. حیف نیست آدم فیلمای مارلین دیتریش رو ول کنه بره دکتر کالیگاری ببینه. از چی میخندی؟ وا، ناده؟ البته فرنگیس خانم همچی بعدم نمیگه ها. سینما اساساً واسه تفریح و سرگرمی درست شده، هیچ ربطی هم به سیاست نداره. واقعیت اینه که آلمان یه تیکه بزرگتر از بازار دنیا رو میخواد، واسه شم باید بجنگه. همین. البته بعدتون نیاد، این حرفایی هم که شما میزنین بیشتر مثل شعر و غزل میمونه. دوستان شما چرا باور نمیکنی؟ الان دنیا داره رو محور پول میچرخه. اگه فیلم خوب باشه تخم کدو و پیراشکی و ساندویچ هم فروش میره. اگه نباشه از رژیستر و آرتیست گرفته تا اون تخم کدو فروش بدبخت ول متلن بعد برن کاسه گدایی بگیرن دستشون سماق بمکن. آره نادر جون اون وقت باید آب تو هاون بکوبن. ایران خانوم واقعا چه مهمونی شما گرفته توش داره دنبک نیست. آه واسهت تور پهن کرده. یه چیزی میگم تو گوشت فرو کن. آدم وقتی زن نداره فقط زن نداره، ولی وقتی زن داره فقط زن داره. رفت حسلت سر رفته یا ناراحتی؟ هیچ کدوم. فکر کنم عادت ندارم. به این نوع ادبیات؟ نه اتفاقا ادبیاتو دوست دارم. چه عالی، اولین افسری هستی که میبینم به ادبیات علاقه داره، درست برخلاف پدرم. از پدرم به ارث بردم. ادیبه؟ روزنامه نگار بود، اما الان چاپچی. از دوستای نزدیک دهخدا و نفیسی. چه جالب، این گروه درست مقابل اونا قرار داره. بیشتر رفورمیستای جوونن، عاشق ناتورالیسم و موجزنویسی. کسی جای کسی رو تنگ نمی‌کنه. هر کی درباره درد و رنج مردم بنویسه قابل احترام. پس با این ادبیات آشنایی؟ راستش نه، من بیشتر شاهنامه می‌خونم. حتما بیژن و منیژه. نه رستم و سهراب. هر وقت به سهراب کشون میرسم بغضم میاد. احساس میکنم خنجر رستم تو پهلوی من فرو میره. حالا که انقدر خوب با شعر کلاسیک آشنایی، نظر راجع به این شعری که من میخونم چیه؟ مرا دوست بدار ای دل مهربان، حتی برای انسانی ناسپاس، حتی برای موجودی شریر. زیبایی گذران پاییز یا شکوه خورشید غروبگاهی باش. بگذار سر بر دامنت نهم و حسرت تابستانی نورانی را از فروغ ملایم پاییز گیرم. مرا دوست بدار. از شار بودلره، خودم ترجمهش کردم. این سیبم مال شماست. دستم بدون من ادهاد واسم یه کاری واسم بکنم، خیلی گرفتارم. دل ناگرون نباش میزیده، خدا بزرگه. بالا بیشین اینشالا پیداش میشه. بالا بیشین بچاشم.
سلام. سلامی چادر خونه زدی بیرون که چی؟ چیه؟ میخوایی چادر سلام کنم کارجانه سلام بکشم؟ خب براتون نهار آوردم. لازم نکرد، خودم میآوردم. این لباسه رنگی برنگی چی پوشیدی؟ فکر مجلس پرخون دعوتت کردم. خیلی هم قشنگه، خیلی سرنگی برون دماغ سیاد و پا. اصلا به تو چه مربوط؟ اختیار دارم بابامه. کجاست؟ پای دستگاه. کجا میخواستی باشه؟ حاج قاسم فخرالسادات نهار آورده. بیا ببینم بابا جون چی آوردی. بیا ببینم بابا. بفرما. بابا خانم بابا چی فاطمه میومدی؟ سلام بابا جون. سلام بابا جون. مگه من 100 دفعه بهت نگفتم تنهایی از خونه بیرون نیام؟ تنها نیومدم، فاطمه بالاست، رفته دم سبزی فروشی. خیلی خوب، دستت درد نکنه، بزنم اینجا. بزنم اینجا بابا جون. داری میری مواظب باشی ها. چشم بابا جون. سلام امو جون. فاطمه بیرون منتظرته. سلام میرزا. سلام میرزا. حالا احوال چطوره؟ شکر الله. بفرمایید. بفرمایید. خسته نباشی حاج قاسم. ای بابا باز که بلند شدی راه افتادی. مگه قرار نبود استراحت کنی؟ واسه رخت خواب درستمون نکردم. حوصله‌ام سر میره. خیلی مشوشی میسیدر. حکایت اینه که دو فقره برات دست پسرت دارم. دیروز آژان فرستاده دارد بکنم. میرزا حسن، من مال مردم خور نیستم. نظر حیثیتم به باد بره. پیغام داده اگه امرو قرضم رو ندم میره حبسم کنم. آبرو حیثیتم میره. حسن شما چندین و چند سال منو میشناسید. تا حالا دیدی سنار هر اومد گلو پایین بره. خودتون که میدونید کاروبار کساده. تو رو به دو بازوی بریده اول پرز. نظر حیثیتم به باد بره. میرزا حسن من مال مردم خوب نیستم. چه کنم؟ نه تا دهن باز و شکم گشنه رو سخت میشه سیر کرد. مشرف فرمودیم. سلام علیکم. تو خجالت نمی کشی؟ حیا نمی کنی؟ دختره رو میگی؟ خب این بنده خدا مشتری اومده به جنس ببره، من کاری باش ندارم که. دختره سر منو بخوره. آقا جون الهی قربونتون برم، چرا داد میزنیم؟ آخه مردم چی میگن؟
مردم میگن پسر میزنسن ایرانی حیثیت فامیلشو به باد داده، میگن آقا جون نوکرتم، چرا قه هرس میخوری واسه قلبت خوب نیست؟ آخه شما بهم بگو چی شده؟ تو میخوای میسیده رو بندازی محبس؟ کی؟ میسیده نجار؟ میسیدر کی؟ آه نه بابا خلاف به عرضتون رسوندن، این بابا یه پولی قرض گرفته نه این ورده بده، رضا قلی خان هم بیچاره مجبور شده سفته هاشو واخواست کنه، حالا این وسط من سر پیازم به تای پیاز. ای خاک بر فرق سر من، دور از جونتون. بچه‌مو فرستادم مدرسه فهمیده بشه، به دادم برسه، نزول خور آباش از کار در اومد. آقا جون حرفایی میزنین بابا، والله بله من تا حالا سنا نزول نخوردم، یارو ماشین آلات خریده نجاریشو بکنه کارخونه چوبوری، تقصیر منه. آقا قربون اون شرکت برم، اینم کاسبیه دیگه، اگه بنا باشه هر کی پول بگیره و پس نده که ما واسه این تابلو رو عوض کنیم بنویسیم بنگاه بذل و بخشش، من و رضا قلی خانم بشینیم سر پلا گدایی کنیم، تو من خیلی هم به اون میاد. نه واسه نفسی رو گنبد دارم به بوغالیشا بغبغوی حفانی اشه تعبیر من بدی. آقا جون میشنوم میخوای اینجا من کسبه، اصلا شما به من بگو من چیکار کنم، من همون کارو میکنم. من نمیدونم برواه خاک پدرم اگه میز هیده رو بندازی محبس، تا عمر دارم تو چشت نگاه نمی کنم. جناب ایرانی تشریف میبرید؟ خدا حافظ شما. خدا نگهدار. آقا جون آخه اینجوری که بده، یه چایی چیزی در خدمت میبینید. آقا جون چه وحشتناک، دنیا عوض شدی که آقا جون تو هنوز عوض نشدی جونی شازده. روزنامه دستگیری افسران فدوداچی، روزنامه دستگیری افسران فدوداچی، روزنامه دستگیری افسران فدوداچی. یه در تو دانشگاهی دستگیر کردن، نوشته جهانسوز قصد کودتا داشته. همین جهانسوز که میومد باشگاه؟ آره خودشه، نوشته چیرخوار اجنبی و جاسوس و نمیدونم این کوفته زهرمارا دیگه. محسن؟ آره بعید، اون که آدم وطن پرستی بود. بده ببینم چطوری نده؟ چاپونه خانوم سر استانبول دنبش دم بازاره، آقا بکلی الله بیکاره با میاره، خانوم سر استانبول دنبش سر بازاره، آقا بکلی الله بیکاره با میاره، خانوم سر استانبول دنبش دم بازاره، آقا بکلی الله بیکاره با میاره. بیا برو اینجا با نصر شب وقت کردی، یه تو بیا خونه، یکی از شوروی اومده ممکنه خبرهای تازه‌ای داشته باشه. یه سر باید برم پیش دژگیر اگه تونستم. میم سلام آقا بنجام. السلام جناب سلام مسعود. یه لقمه این بزن من همه سینه میگم این لباس خوشگله تو باش بدیم، ما یه عصر که خلبانی باش بگیریم یادگاری. در زمین دفعه اومدی با تیاره بیاق میکن حسن آقا، یه دور داره ترون به چپه صد دفعه بلکه هم هزار دفعه بهت گفتم
لیچار زیاد آدم از سکه میندازه آقا جون. اینو بکن تو مخه. بفرما آقا زبون اسم لطمالی ها برو ماره برده لیچار نگین از سکه میفته من. سلامتو خوردی؟ باز چی شده؟ آقا. آقا چی؟ بردنش مریض خونه. مریض خونه واسه چی؟ دم در چاپخونه داشتم آب میخوردم یه سر کله یه پسر پیدا شد. بگم اونم روز بود. گفت از حسام و فاسه آقا نامه آورده. آقا حسام؟ فکر کنم مرده. یعنی یارو پسر روسه اینجوری بود. لیلی خاله محلقه چی شده؟ نمیدونم. چیزی نگفت. نامه رو که خون بازوشو گرفت بلو شد دو زمین. حاج قاسم هم بردش مریض خونه. سلام آقا بیژن. سلام بیژن. سلام. طور شده آقا؟ چیزی نیست. اسقر جلدی برو یه درشکی صدا. چشم آقا چشم بودو الان میام. جلدی بودو طوری شده آقا. سلام. سلام بفرما تحویل بگیر. نه ترس آقا جون چیزی نیست. خوبی آقا جون؟ آره آقا جون خوبم خوبم. دکتر شما چی میگی؟ من میگم بهتر مواظب پدرتون باشید. به قول خودش دل هزار زخمش خیلی غیرت کرده دوام آورده. نمیشه یه چند روز همینجا نگهش دارین استراحت کنه؟ چند روز؟ همین چند ساعتش خیلی حرمت رو پوش سفیدمون رو نگه داشته که کار به برنو کشی نرسیده. ارزشو دارید بادارش کنید بمون. بخند بهترین دواته. چرا من خندی کار تو؟ ببین به هر حال اینجا یا هر جا باید استراحت کنی. میتونی ما رو تحمل کنی خلق تنگ نشه اینجا بمونی بهتره. نترس آقا جون چیزی نیست. کتمون میکنه حمله قلبیه. دکتر طبیب میگفت خدا رو شکر رد کرد. چی پچ پچ میکنه حاج قاسم؟ بنده خدا دکتر طبیب یک کلوم گفت چند روز باعث استراحت کنه دادقالش مریض خونه رو برداشته. بابا جون تو اگه دل واپس چاپ خونه ای این یه کار از من بهتر برمیاد. آره تو گفتی منم باور کردم. به مادرت که چیزی نگفتی؟ هنوز از بازار بر نگشته. بازار؟ خب آره با آقا دشگیر و مادرش آبجی فاتی رو بردن خرید. فاطمه فاطمه صد دفعه بهت گفتم نگو فاتی. ببخشید آقا جان تو رو خدا ناراحت نشی. عجب دور و زمونه ای شده. هر جور شده من از اینجا ببر بیژن. قربونت برم همینجا بمون استراحت کن دیگه آقا جون. آقا قاسم یه چیزی بگو دیگه. میگم برا ببر خونه بگو چش. مادرت به شوهر من تو مریض خونه دیگ میکنه. اصلا اون کت منو بردار بیار. آخه نداره. میجنبه یا بجنبم. ای بابا عجب بدخلقی هستی ها. تو آخه واس خودت میگه.
عزیزترین و با ارزشترین رفیقی که داشتم. مرا ببخش که سببی هم دوحد می شود. چی کنم که دست غدار روزگار جز این چاره برایم نگذاشته. وقتی این نامه را می خونی شاید قلبش سمرا زاغ‌ها و گرگ‌ها خورده باشد. پس سفره دل را برای تو یاری غار می کشایم. ای کاش هرگز ترکت نکرده بودم. ای کاش در کنار خاندان شریفت روزگار را با زن و فرزندم می گذرانیدم. باره اگر تقدیر نصیب کرد و یک بار دیگر محلقا و للی را دیدی این عکس و نامه را با آنها بدی. اگر هنوز بالی بزرگت را ظالمان زمان نشکسته بودم بر سر آنها بکش. دیدار و قیامت. یه سنگ قبر سفارش بده آقا جون. بگو پایین اسمش بنویسن مردی که دنبال عدالت میگشت. قرار جسدشو بیارن ایران؟ نه، یه مشکل یاس میریزیم تو قبرش. شما روشن آقای رونی خوش اومده. سلام علیکم. سلام علیکم حسن آقا. چی شد آقای رونی؟ از مریض خونه آورده میشن. مریض خونه؟ بگی بینم این حسن جون مریض خونه واسه چیه لای درد و بلد بخوره تو فرق اصلا قوتنی قشنگه. بیا بالا مریض خونه چیزی نیست حسن آقا. خیلی خوب بیا مختصر کسالتی داشتم خوب شدم. ای بابا آقای رونی چون ما فلیسیل نزدی بیا رو کوله من نباس رو بری. چیزی نیست به خدا عزیزم بیا. بفرم خودت بیا خود من میگیرم میبرم اکه پلا یالا اینجاره دیگه باست بیا کنه من بی بالا یالا آقای رونی اینجا دیگه پلاست پله با ستون فقلات به کی به کی قسم اگه نزدی کولت کنم با کله میرم تو جلس دیفار یالا آقا میشن کمک کن به کول من میرم بیا بالا عزیزم بیا بابا گفتن که چیزی نیست بابا قش نشردم که ای بابا راست میگه دیگه آبی جان این چراغ که نشده بنده خدا دولت جون این اون آدم داره راه میره دیگه ده کوب خانه وایساده بدر ماری نگاه میکنی بپر یه شوربای دم کن یه اسفند دود کن مگه نه آقا ناخوشه بلا بدور میرسا حسن چی شده دل نگران نباش کبرا خانم چیزی نیست بچه های ما هنو از خرید بر نگشتن نه هنوز میرزا حسن خرید عروسی که به این زودی ها تمام نمیشه آقای رونه خرید عروسی رفته بودن دیگه انشالله بله مبارکا باشه یه فکری هم برای این آقا بی جمع میکرده انشالله این ننه ما هم که ولکن نی هی به ما هم که چی میپذی؟ مربای گل محمدی این نلبه که ببرد بگذر نه پخته که بلاخره که میپذی؟ باز اومده بودن؟ آره بابا ولکن نیستم هرچی میگم نمیخوام خیالشون کنم سر به سرشون بذارم تازه امروز برام علنگو هم آورده بودم نگرفتی که علنگوهاش خیلی قشنگ بود سلام خواهگو بود سلام مادر چی کار میکنی؟ بده ببینم بفرمایی سلام سلام کبرا خانم به به عروس خانم گل مبارکه انشالله خرج زیادی که رو دست شادومات نذاشتی نه به خدا هر چی اصرارش کردم مگه به خرجش رفت ای بابا تو که هنوز سگرما تو همه بابا این کله گنده رو کار بنداز تا کی میخوای پا جلوتر از سرت بدوم
سر تو تندتر از باد میتونن واسه هفت پشت اون کافیه. ببین بیژن جون، مهم نیست آدم جایی که میره بهش خوش بگذره یا باهاش خوش بگذرونه، مهم اینه که آدم با مردم خوشو بش کنه، سری تو سرا درانه. بده من کارتو. مردم تو هم این آقا جون حرف میزنی یا بابا؟ مردم که فقط چهار تا قلم به دست و چاپخونه چی و کله قرمه سبزی نیستن. بیژن جون امشب همه کله گنده های مملکت اینجا، خودشون هم نباشن تخمه ترکشون هستن. ما چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، فعلا که مملکت دست ایناست. رفت تو کلت یا نه؟ جون خانداداش امشب و تو رو خدا عذیتم برد. جون خانداداش از سالون که رد شدیم برش میده خوش بده. آخه پاخه نیار دیگه، الان از سالون رد شدیم درش میده. سلام ایران خانم، شمایی؟ سلام. دیدی شرطو بردم؟ چه شرطی؟ فرنگیز شرط بسته بود تو اولین نگاه منو میشناسی. تعجب داره. خب با اجازه. کجا؟ میریم تو سالن یه شرطی بزنیم. خانم آقایون بفرمایید. بفرمی خواهش میکنم، بفرمی. خب حالا باید چیکار کنیم؟ حالا یا میتونیم بریم توی سالن یا اینم که همینجا قدم بزنیم. قدم بزنیم. از دیگه و دیگه بعد دیگه. من اصلا از اینجا خوشم نمیاد. صادقانه؟ صادقانه. پس برای چی منو کشوندی اینجا؟ باور کن تقصیر نادر و فرنگیز بود. یعنی میدونی چیه؟ اونا یه جوره پیشنهاد دادن که ما بیام اینجا. راستش منم بدم نیومد که بیام اینجا. تو چی؟ تو خوشت میاد؟
من از بوی بارون خیلی خوشم میاد. تو چی؟ تو چرا انقدر از مهمونی فرار میکنی؟ اصلاً من واسه اینجور زندگی ساخته نشدم. چه جور زندگی؟ نمیدونم، تو خیلی فرنگی مآبی. دلت میخواد آلامود لباس بپوشی، بال ماسکی میبینی، مهمونی میبینی، تو خیابون زرگنده اتومبیل رانی میکنی. اگه اینجوری بود که اسیر تو نمیشدم. حالا اینو میگی؟ حاضرم عهد ببرم. ببین، ما آدم های معمولی هستیم، یعنی اینجوری بزرگ شدیم. حالا وضع نادر فرق میکنه. اون شاگرد رضا قلی خان بوده، مثل اون تاجر و فرنگی مآب بارون هم اصلا مثل اون توی نیست. افسر خلبان، چیزی که من خیلی دوست دارم. یادت نره پدر منم نظامیه، کسی هم براش ارث و میراثی نذاشته، به هر جا رسیده خودش رسیده. من از مردا اینجوری خوشم میاد. شما میتونید دوستای خوبی برای هم باشید. حرفام اثر نکرد؟ چرا اثر نکرد؟ تو که دوسر من نیستی بدون چی میزنی. من زندگیمو خودم انتخاب میکنم. واقعا؟ واقعا. باورش سخت؟ اگه مرد بودم راحت باور میکردی نه؟ حکایت زن و مردی نیست، تو اینجور دیگه بزرگ شدی. سینما دوست داری بریم؟ با لیمونات؟ با لیمون بیشن. یه قولی به هم میدی؟ چی باشه؟ اینکه هیچ وقت منو فراموش نکنی، حتی اگه ترکم کردی. فیلم زیاد می نه رمان زیاد میخونم. حرفو عوض نکن دیگه، قول میدی؟ قول لازم نداره، وقتی که وارد زندگی آدم بشه، آدم بخواد نخواد جزی از خاطراتشه. حتی اگه بره؟ حتی اگه بره. چه زیبا. نمیری که؟ تخمه بخور. ترجیح میدم سخت بزنم و به جوهم. با لیمونات؟ با لیمونات.
سلام رضا قاضی خان. سلام جناب سروان. نادر هست؟ نادر یا داداش خوشتی پرت اومده. به به آقا بیژن، از سلامت کو خوردی؟ سلام. این برای کارتای عروسی آوردم. آه قربونه داداش، من نمیدونم تو تو گوندسکای این رضا قاضی خان چی پیدا کردی که ول کنی. به جون تو تموم درسایی که تو مدرسه عالی بازرگانی خوندم یه طرف، دو ساعت تو رکاب رضا قاضی خان بودن یه طرف. بابا مملکت خارجه بود یارو کم کم شده بود وزیر خزونه داری. باور کن. بیا اینو میگیری با تقدیم احترامات یه آدم متشخص میری دست ایران خانه. بگیر. جاله به سره. چرا دختر تیمسار بیارم عروسی فاطمه که چی؟ خب بالاخره که باید مادر اینا ببیننش. من نمیدونم این وسط چی گیره تو میاد. خب اگه بگم همش به خاطر محبت برادریه که دروغ گفتم. ببین ازدواج با یه خانواده استخوندار تو این شرایط به نفع همه خانواده است. بابا تا چقدر بخیلی آخه. بذار یه تیکم گیر خانواده هاشت بیاد دیگه. این لالایی بلدی چه خوابت نمیبره. بز بیاری. دختر عاشق تو شده خره، چرا حالید نیست؟ نیاد بهتره. آقا جون خوشش نمیاد. یعنی چی آقا جون خوشش نمیاد؟ بیژن برو همین وایسا، دارم باهات حرف میزنم. شیشتری وایسا کارش کنم. قربان کجا میری؟ مثلا تو چقدر کله شقی آخه. میگم این داداشت هم برای خودش دوبریا، همه چهلن این چلو پرد. اون سعید جدن برقولی ها واقعا برقولی. سلام آقای دژگی. سلام علیکم. همیشه چرکرتن باشه ولی من دنبال لباس محمود. این آقا مصفیه برقول دو سه روز منو این برمر کرده، هنوز من لباس من حاضر نکرده. اینشالله تجدید فرش خودتون. اینشالله عروسی بیژن خان. خب آقای مصفی این عروسی ما تموم شد، کار شما تموم نشد؟ تمومه جونه شما، دارم داغمش میدوزم. آه داغمش داره میدوزه. شما یه لحظه تشریف بیارید. دلاک مفتم پیر بیاد اول باز توی جامعت کنی؟ من نوکرتم خوشم.
برر جناب سروان قربانتو برم. آخه اینجا جای شونه کردنه؟ این همه آینه. برو اون ورده برر. کی خونه کسی با نکنده اوستا او عروسی داریم. من عصبانی آدم هم بهت گفته باشم اوستا بابا چی کار میکنه؟ عروسی ها نسل اومده. خنده دارد؟ زر نبود؟ نفهمیدم چی اینا؟ حسن آقا جان قربان تو برم صورت اینم ببرم میشه سه تا داماد. اون موقع از نون خوردم میفتم قربان تو برم. ده بفرما اینم داماد و شاخ شمشاد. پسر منقل بیار انما بگیر. منقل مخلفات داره آخرم الله شیطانه میگه همچون با مشت بزنم مردیگه الوت از این مغازه بندازمش بیرون. خوابه در آقا برر اینجا مطرب خانه که نیست که اینجا رخص خانه که نیست هر کاری دلش بخواد بکنه که کتا بیا برر چرا کتا بیام شبون نمیری ایشالله آره بالا آسان کاری بابا تو عادت داره بابا خجالت بکش برو تو خونه سلامات برو سلامتی خانواده ایرانی دشگیر سلامات الله سلام محمد بال محمد مگه ارد تو دهنتونه خب میگه سلامات برفستین برفستین دیگه حسن آقا آقا جان که شلوغش کردی این همه سر صدا انعامش کن اینو کلکم هستم بریم آه ترسیده نه سخت خب بایست بایست تو سوزن بر تو لبم بایست بایست میگم به 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 شاداماد رو ببین چه ساخته جناب سروان انامه بده به سلامتی شاخ شمشاد ماه داماد نابان دلیر فرزند شیر و شمشیر محمود دشگیر سلامات بلند خط کن اللهم سلام محمد شاگردانگی انام بده شاگردانگی هم بدین انام بدین آقا جان انام بدین انام بدین بیشتر میدادی جبول از سر می دادی پیش کشو جمتر می دادی هی بری والا عقل نمی ایشالله بیا بابا هی بری والا عقل نمی ایشالله بیا بابا هی بری والا عقل نمی ایشالله هی بری والا عقل نمی ایشالله بابا بیشتر می دادی یا پوله سر می دادی پیش کش و چردر می دادی ای بری بالا آخ نمری ایشالله بیا بابا ای بری بالا آخ نمری ایشالله دیوونه دیوونه منم یا تو که از صبح داری گیوه به زمین میکوبی چیه باز داری گیوه سوراخ میکنی شب عروسی خواهرتم بد اوناقی هیچی باز دوباره نادر اومده آقا جون ریخته به هم آقا جونم بی خود سخت میگیره یا آبجی که بیشتر نداریم میخوایم عروسی بزرگ برش بگیریم بده حکما بده که آقا جون میگه بده حالا کجا تو زیر زمین تو هم اینقدر خودخوری نکن برو رخت تو عوض کن ناسلامتی عروسی آبجیته آقا جون عروسی بی ساز آواز که نمیشه مجلس اعضا که نی آتیش به ریشه عمر من بگیره که از دستتون راحت شم گفتم پسر بزرگ میکنم که قاطق نونم بشه قاتل جونم شد بابا من بچه همو با لقمه حلال بزرگ کردم ننه بابام امین سلطان و امین الزرد نبودن که زراب خونه داشته باشن لقمه حرام تو حلق من بریزن که بچم این ریختی بشه بابا من همرزم میرزا بودم ناسلامتی آخه پدر
باز دوباره چیکارش کردی؟ هیچی بابا. آقا جونه دیگه، خودت که میشناسیش. یه کلوم میگی، یه بهره طویل وسط عهد عتیق میکنه و باز دوباره میرزا و نمیدونم چی و چی. میگه چرا مطرب و دستک دنبک خبر کردی؟ میگم بابا وزیر پیشه و هنر رو دعوت کردم به تریج قواش به هر میخوره. بابا پدر من میرزا و مدرس و عشقی و نمیدونم کی و کی مردن، تموم شد رفته کارش، حالا دور دور ایناست. بابا بیجم به خدا من تو بازار آبرو دارم. ناسلامتی عروسی یه دونه آبجیمونا تزبون داده هم بگیر. حالا واسه من میری بالای منبر و قصه حسین کرد شبستری میخونی؟ به گور پدر هرچی رجال و رجال پرسته، همینا وطن رو به باد دادن. کدوم وطن؟ هی وطن وطن میکنی آقا جون؟ این حرفا قدیمی شد، پوسی دفته کاره. آدم باز با زمونه پیش بره. خب حالا وقت دار و ستده. الان آدم اونیه که تو چش دیگرونه. بیژن جون قدیم گفتم پول داشته باش، رو سیبیلشان آقا رو خونه بساز. بعد جلوی وزیر وکیل پامو میذارم رو پام، سیگارمو میذارم گوشه لبم، هر چرت و پرتی بگم مجبورم بگن ماشاءالله. خدایا مرگ منو برسون، از دست این یکی راحت شم. بفرما. خیلی خب داد نزن، مهمونه شنیدم، برو من باش حرف میزنم. تو رو خدا خرابش نکن آقا جون، ما هم یه آبجی بیشتر نداریم که، تازه خانواده دژگیر اینجور خواستن. ده مگه عروسی امین تومان رشتیه که آژان گذاشتین جلوی در؟ مطرب و دستک دنبک رو انداختین. مردم فردا میگن اینا حکومتی شدن، دین و ایمونشون رو گذاشتن لب تاخچه. وزیر پیشه و هنر رو دعوت کرده، عمل کرده نهی برده که غلط کرده. گور پدر هرچی وزیر و وکیله. من یه اون چش تو چش اینا وایستدم. این پدر سگات و مرفق دستشون تو خون ملته. مسجد گوهرشاد یادت رفته؟ اما عباست یادت رفته؟ به خدا همین الان دلم میخواست سربای چاپخونه رو گوله میکردم، به تقاس خونایی که ریختن تو مخ این بیوطن رو میچکندم. نوکرتم آقا جون، همیشه که همیشه دست ما نیست، خونواده دامادم هستن دیگه. تو رو ارواح خاکم و عباس جون اسد، شب عروسی اخماتو واکن. اسد یه پرورگ شربت بهلیمو واسه آقا جون بیار. شربت بهلیمو سر قبرم بذارن، بی‌حیثیتم کردین. آقا جون بالاخره ما شربت بیاریم یا نه؟ تو برو بیار. نه نمیخوام. برو به مادرت بگو میخوام با فاطمه حرف بزنم. چش آقا جون. اسد هم بزرگ شده ها. فخر و سعادت هم اینطور. آره ماشاءالله. باید همین روزا با حاج قاسم حرف بزنم. شاید تو داشتت هم سر عقل بیان و زهن بگیریم. خب خدا رو شکر خلقتون اومد سری جاش. تا نیومدن پی عروس من برم رختم عوض کنم. اسد. آقا جون یه خیالاتی واسد داره. بچه که بودیم آقا خدا بیامرزم این دسته اساسشو مینداخت پشت گردن ما. میگفت هر وقت گردنتون اندازه این دسته عصا شد براتون زن میگیرم. دیگه گردنتون اندازه دسته عصای آقا بزرگ شده ها. دارم یا نموچون؟ بیا برو تو میرزا حسن. سلام آقا جون. سلام آقا جون. لابد خیال میکنی این چند کلمه حرفی رو که امشب میخوام برات بگم چرا پیشتر نگفتم؟ راست و حسینی اینه که بیش و کم گذر روزگار از خاطرت پاکش میکرد،
اما هر حرف و حدیثی که شب عروسی آدم گفته بشه تا آخر عمر در مخیله آدم باقی میمونه. اینه که واجب دونستم امشب برات بگم. اولا از امشب به بعد نزدیکترین کس بهت شوهرته، یعنی به خاطر اون بریدن از هر کس جز خدا جایزه، حتی از من و مادرت که بزرگت کردی. دویوم بدترین دشمن و بهترین رفیق آدم زبونشه، چرا که علم و جهل آدم از زبونش معلوم میشه. یه حرف نامربوط مثل گلوله میتونه عزیزترین کس آدم رو تکه پاره کنه و حجاب ما بین زن و مرد رو بندازه. اما یه حرف با محبت یخ دل آدم رو آب میکنه و خروار خروار نور توی خونه میاره. سیوم بچه های بده که نکبت میاره. عرضم اینه که تربیت بچه از خودش عزیزتره. یه بچه بد یه مملکتی رو به گند میکشه. تربیت بچه هم از خسرت و عمل مادره. بی خود نگفتن کاری که شیر میکنه شمشیر نمیکنه. مخلص کلوم، زن و شوهر باید سرجور و دلجور و خوشمسلک باشن تا بچه هاشون هم از اونها یاد بگیرن. حسن آقا اومدن عروس رو ببرن. ببو بیان تو. بفرمایی به پای هم پیشیم انشالله. خدا خوش بکنم. یکی بال در میارن و میرن. شبی که رسیدیم تهرون یادته دست و پاهنایی؟ مگه میشه یادم بره؟ پنداری همین دیروز بود فاطمه رو تو همین اتاق به دنیا آوردم. شما با آقا حسام رفته بودی همون، یادش بخیر. صدای خنده های لیلی هنوز تو گوشمه، انگار یه باد اومد و همه چی رو برد. مثل خواب پنداری همه چی دود شد رفت هوا. این همه نامه نوشتیم نه جوابی نه اثری. آقا حسام هم خیال میکرد اونور عدالت خیرات میکنن. پیر شدیم حسن آقا. نه من پیر شدم. چشم کف پات ماشاءالله شما عین شب اول عروسیمون هستی. حسن آقا بگو دست و پهنایی. میگم بهتره شما بیاین. بچگی کردن کاریه که شده. اگه یه وقت نیاین خدایی نکرده زبون املاد پس فردا سر دخترمون سرکوف میزنن. یا الله
بالاخره باش قاسم اومد. یا الله. سلام آماج قاسم. سلام. تو چرا اینجا واستادی؟ اینجا ببینم. تو که هنو گیوه ملکی پاته بچه ارسیات کو رختت هم که عوض نکردی هنوز. آقام نمیاد منم باش میمونم. سرونه چی؟ هیچی باز دوباره نادر اومده اوقاتشو تلخ کرد. بیا بریم ببینم بابا شب عروسی رو خراب نکن. چیه باز میزه اصلا دست باردی به برنو؟ ول کن بابا ناسلامتی عروسیه. ببینم پشیمون شدی از دومات خوشت نمیاد؟ نه بابا حکایت محمود نیست، اون بیچاره آدم عصر و نسب داریه، از دست بچه های خودم خلقم تنگه. ای بابا تو هم وقت گیر آوردی ها، بس بچه بره رختش رو عوض کنه عروسی آبجی شنا سلامتی. اصلا تو که هنوز اینجایی؟ برو رختت رو عوض کن. شما نری من نمیرم آقا جون. چه بچه با غیرتی. آقا جون برو رختت رو عوض کن با هم یکی. باز جای شکرش باقی هنوز یه جو غیرت تو این یکی مونده. داماد خوبی میشه آقا قاسم. خب پس ملاحظه‌شو بکن دیگه. آی به چشم. حالا ببینم چرا اینقدر دیر کردی؟ دست و بالت چرا اینجوری شده؟ هیچی بابا. باز ماشین چاپ بازی در آورده بود. گذاشتم اون سر کار. ای بابا کار مردم چی میشه پس؟ خلقتو تنگ نکن. راش انداختم. این ساعت سوئیسی هست داره کار میکنه. خب حالا تو بگو چی شده؟ هیچی بابا. از دست بیژن و نادر. پسران برام از دوله و سلطنه دعوت گرفتن. از تخم خارخوسک که سنبول در نمیاد. لابد عیب از خودمونه دیگه. اختیار داری میزه هستن. ماشالله هزار ماشالله بچه های شما که همه شما مثل سنبول و گل محمدی هن. وقتی هم که موقع زنشون میشه باید زنشون بدی تا سرشون بره تو توبره زندگی. از قدیم و ندیم گفتن دور از جون شما دور از جون شما سگ که تشنه شد فکر پاکی و نجسی ظرف صاحبشو نمی کنه، سرشو می کنه تو کاسا. ول کن بابا برو رختتو عوض کن. برو بابا عروسی دخترته. چشم. ما میریم رختمون عوض کنی. قربون تو. عزیز من دنیا آتیش گرفته تو داری میرخشی اینجا. دنیا؟ بله دنیا آتیش گرفته. آتیش من یه استقام برم یه استقام آب بیاری دنیا رو خاموش کنی. یکی اومده میگه من هیدررم دنیا مال منه. هیدلره هیدلر باشه. هیدلر بزرم منه بابا جون. کرمنه مال کرمنه. آره کرمنه. بده من چیکارش داری؟ میشه من بیالم دوباره. میخوای با پسرمو حرف بزنی؟ خیلی کومیدی بود. کجا بودی چون؟ چرا سی روز کنه بری؟ الو. سلام علیکم. الو. حسن مخلصی. من اسم تو رو مستقیم یاد باشی واسه بری سیاوازی نباشی میکنی. شعبو. جون شعبو. اسمال دستوری چی کار میکنه؟ راست میگه دیگه آقا. بپر بچه. بپر بچه. جا اومدیم این که راجب سیاست صحبت. اینا چیه به بازشون بستن؟ آره نباسه. من گفتم. چند تا مهمونه آلمانی دارم امشب واسه این. بیشم نمیدی چه بساتی رو انداختن؟ آدم کیف میکنه. اینه بشه برن. احمیل آتقی آجا او
اوسا میگم عجب تیارتی در آوردی ها. آخه کیو دیده که چای رو با گوشت و رونه شیشک بکره؟ حالا یه اسمال دستمالی نه، یه آدم اگه بخواد ردشی از این بر چی میخوای بهش بگی؟ والا من بابا سر به سر من نذارین نیچ چه زونم اتونا آگه جاو اوستا رو بگلی لنگ ورده بگلی لنگ ورده بگلی این خیاله چرا آقا ایرانی؟ مبارک اینا چیه به بازاتون بستین؟ بابا دستور تو آقا نادره این آلمانی مالمانی ها رفیقاشو دعوت کرده بالاخره ما هم شدیم آلوالو فردی که آقا میگم مسلمون شده با آره دنیا رو که بگیره اعلان رو میفرسته همه رو مسلمون میکنه الله الله این خوزعبلا چیه به هم میبافی آقا جون؟ کارش درسته آقا هیتلوره بابا بفرمایید مشرف فرمودی بفرمایید. چاکر آخدشگی برای سلامتی پدر عروس سرور سنجره صلوات بلند. حسن آقا دستش بلند. ای به تیر قید گرفتار نشی الهی به حق امام غریب به قربت بیمار نشی الهی طیب و طاهر از دنیا بری محمدی های صلوات بلند خط کو صلوات دویم و بلند دار خط کو زیارت نومه داری میخونی؟ چی میخونیم آقا؟ شعبون جون شعبون هی بابا زهره ما رو جون شعبون زشت صدای مزگوچی تا سر خیابون داره میاد مگه من نگفتم ساکت باشم جون اوستا خفه نمیشدن که اینقدر کوبیدم تو سرشون تا ساکت شدن بنده خدا آقایون برای سلامتی بغل دستیاتون یک مطمئن صلوات بلند خط کن بچه ها که ازدواج میکنن اولاد آدم بیشتر میشه من از امروز 4 تا پسر دارم قدم رو چشمم با بذارین آقای ایرانی سلام پسرم حاضر اینجا رو نگاه کنید لبخند نوبت رو خیر کنه اسد برو با عروس تو مال عکس بگیر خدا آقای جو مهم نیست باشه آقای جو بگیرم بگیرم نباشه حضرت اشرف مهم نیست دعوتش کردی؟ آره ولی فکر نمی‌کنم بیاد حداقل میگفتی لباس مناسب اینجا رو بپوشه گفتم بابا حسن جو برو تو حیات باش من برو تو حیات سفارش شما رو به جناب صاحب منصر شما مخلصیم این سربازی پسر اشتاد خانم دست شما رو جناب منصور تقاضا میکنم افتخار بدین که با عروس ما رو عکس بگیرید بفرمایید خواهش می‌کنم عکس بگیرید. نمی‌خوام. بعد از شما بگم. حاضر. لبخند. درم آخه اه چیکار داری میکنی شعبون بابا دست با خوری نه یکی رو کلتی جدید میکنی جدا بریدا چه خبره تو بیان اوکل نگا اوکل نگا شعبون یا بریم خوری بریم 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 بجا بجا بریم خونه تو بریم محلتون بیشت ماشین بریم محلتون بیا بره بابا میبرم این همه بچه تو کوچه میشه دقیق خانم که باشه؟ تو دختر تیمزانه وقت جوانه حالا خرابی رو با قلی رو بار کن عروسی خانواده ایرانی اینجاست دیگه زکی شما بگید اینجاست اینجا نباشه غلط کرده بعد میگم اسمالی نه والا
جناب سروان ایرانی هم تشریف آوردن؟ بله تشویش آوردن. آقاشون هم تشویش آوردن. خانمای لاله‌زاری هم خوششون نمیاد. ببند در گواله رو حسن آقا. باز ما چیز بری گفته موسا. آره بخشید ایشون این ما سوال نرن. خانم شما بفرمایید من خودم تمشیتش میکنم. بفرمایید شبو چهل جنب سربان خبر کن موسا خرابه بادو اسماله حالا خرابی خیلی خوش اومدین سلام ما رو به تیمسار برسون بگید خیلی نوکری یه کاری هم بکنن این سربازی ما تموشه چهار ساله داریم میریم و میایم این ننه ما بیچاره دخ کرد البته نخیال کنی که از اجباری میترسیم و نه فقط یه ریز خسته شدیم شما سربازی؟ بچه که سربازی؟ اون ماشین دویش عبدالعظیمین دیگه چطور مگه؟ آخه با این موهای بلندتون زکی کی جرأت میکنه موهای شعبونه بزنه؟ فرماشو عرض میفرمایینا این مطرباتون چرا ساکتن بیچاره ها؟ بدون شما ساکت نمیشدن که دیدیم اوضاع خیته حاجی اینا دارن میان به زور ریختم سرشون اینقدر زدم تا ساکت شدن جدی نمیگی؟ با سلام ایران تو اینجا چی کار میکنی ها؟ تعجب میکنی اگه بگم دعوت دارم؟ ای شیطون تو اومدی دنبال بیژن کجاست؟ اینجا پیش آقا جونش نشسته ای داده بیداد حسین قشنگه گفت برم صداش کنم و... با سلام علیکم منم سرمان حسن آقا حسین قشنگه عرض فرمودن خدمتون بفرمون که حوزا خیته بچه ها جمعه رو حاصل زندگی ما بله دقیقاً تو خود کدامه درست توی مرکز هم باقی شده کلیسای کدامه من چیکار کنم؟ باشه ببرش مجلس زنونه آقا جون گرفت و رازش میکنی باشو آقا جون راستی راجبه اون مسئله با حاج قاسم صحبت کردین که سلام مهمون تو تشریف آورده. ممنون که دعوتم کردی. بیژن چه خوش اومدی. آقا بیژن کابت مسکه زایدا. اینجا مجلس زنونه است. شما پیش عروس باشی من میام صداتون. آره تو بیژن. وای بیژن خیلی جالبه تو هم بیا تو. آخه اینجا مجلس زنونه است. نمیشه. شما باشی من میام صداتون میذارم. باشه.